بحث در میان ما اولا این بود اونجا که خواستیم قدم بزنیم و بریم جلو که آیا ما دنبال اتحاد چپیم یا ما دنبال مدد کردن فداهایان هستیم. نگاه عام غالب اصلی این بود که نه رسالت ما بسیار وسیع‌تره، ما باید چپ ایران بود در شرایطی که راست تعرض میکنه، تعرض ایدئولوژیک میکنه، اقتصادی میکنه و در لباس‌های مختلفی هم از لباس اقتدارگرایی مذهبی، از لباس اقتدارگرایی سلطنتی در تنشه تا مثلا نئولیبرال‌ها که حتی میتونن جمهوری‌خواه هم باشن. یعنی ما باید تعرض راست رو بر رو هستیم و چپ جاش خالیه، چپ باید متحد بشه خودش رو نشون بده. جامعه ایران در آینده بعد از رژیم جمهوری اسلامی ایران نمیتونه توسط یک حزب، یک سازمان، یک گروه، یک فکر، یک طبقه اداره بشه، هدایت بشه. بنابراین بایستی مجموعه نیروهایی که در این تحول و در مورد اون چه که باید در آینده در کشور ما به عنوان یک نظام دموکراتیک شکل بگیره توافق داشته باشه و ما جمهوری خواه هستیم، بنابراین این راه حل رو در چارچوب یک جمهوری دموکراتیک، یک جمهوری که جدایی دین از دولت بر سر لوحه اون باید نوشته بشه، مثل دموکراسی، یعنی لایسیته، یعنی سکولاریزم و تأمین کننده منافع اکثریت مردم ایران باشه و تضمین کننده حقوق اقلیتی که در این جامعه خواهد بود. برای اینکه دموکراسی فقط منافع
تأمین منافع اکثریت نیست، بلکه بیشتر از اون، مهمتر از اون، تضمین حقوق اقلیت‌هایی که در جامعه هستن و میپذیرن قاعده بازی دموکراسی رو.